آماده هستی؟ میخوام پلیلیست تخصصی ریتا چپورتره رو از این ویدیو استارت بزنم. درود دوستان، من نیلوفر هستم و از کانال نیهان آرت استودیو همقدم با شما. از این ویدیو به بعد آموزش ما به دو شاخه تقسیم میشه. هم دوره جامع آموزش فتوشاپ رو جلو میبریم، هم دوره تخصصی ریتاچ پورتره رو میخوایم استارت بزنیم. توی این ویدیو میخوام برم سراغ ابزار هیلینگ فامیلی و قدم اول ریتاچ پورتره که لکه گیری پوست هست رو بهتون آموزش بدم. قبل از اینکه وارد نرم افزار بشم به این نکته اشاره بکنم که بهتره که برای ریتاچ پورتره و حالا عملکرد حرفه‌ای در ریتاچینگ از قلم نوری استفاده بکنید. اگر قلم نوری دارید حتما آموزش های دوره تخصصی ریتاچ رو با لایت پن انجام بدید و تمرین بکنید. بریم وارد نرم افزار بشیم. دوستان، همچون که توی نرم افزار دارین مشاهده میکنین، من میخوام عمل ریتاچینگ پورتره رو با لکه گیری صورت شروع بکنم. ابزار هیلینگ فامیلی از این قسمت در دسترس شما هست که من توی این ویدیو میخوام ابزارهای سپات هیلینگ براش تول، هیلینگ براش تول و پش تول رو بهتون معرفی بکنم. خب من با ابزار هیلینگ براش تول شروع میکنم و همونجوری که اینجا میبینید یک سری از آپشن های این ابزار با ابزار کلون تقریبا مشابهه. من برمیگردم روی ابزار هیلینگ، حالتش رو، سمپلش رو میذارم روی کارنتن بیلو. توی ویدیو قبلی کاملا راجع به این قضیه توضیح دادم و یک نیو لیر ایجاد میکنم و شروع میکنم به عمل ریتاچ. ممکنه اینجا این سوال براتون پیش بیاد که چرا میگین که ابزار کلون و ابزار هیلینگ براش تول خیلی مشابه همه. ببینید، من اگر که ابزار کلون رو بردارم و بذارم برگردونم به سر، از ناحیه چشم یک سمپل بگیرم و من براش رو یه ذره کوچیک‌تر بکنم، سمپل میگیرم و پنت رو انجام میدم، این لایر خاموش میکنم، یک نیو لایر دیگه میسازم. این بار همین کار رو با ابزار هیلینگ انجام میدم. اینجا سمپل میگه، آلت رو نگه میدارم، سمپل میگیرم و رو همین ناحیه پینت میکنم. میخوام فرقش رو با هم مقایسه بکنیم. ببینید، اینجا که از ابزار کلون استفاده کردیم، دارید میبینید که بذاری من این گزنه خاموش کنم که این خط آبی نیاد، دارید میبینید که پینتری که انجام داده در واقع از رنگ و نور پیشونی مقدار زیادی تیره تره، در واقع همین رو اینن کپی کرده و اینجا پیست کرده. اما هیلینگ اینجوری نیست. میبینید که یک میانگین رنگی و نوری بین این قسمت و این قسمت گرفته و پینت رو انجام داده. فرق هیلینگ و کلون دقیقا همینجاست. کلون عیناً و 100% کپی رو انجام میده. هیلینگ از ناحیه سمپل شده و ناحیه پینت شده یک میانگین رنگی و نوری میگیره و پینت رو انجام میده. حالا من یک نیو لیر ایجاد میکنم، برمیگردم سراغ ابزار هیلینگ و ادامه مبحث رو توضیح میدم. دوستان دقت داشته باشین که وقتی میخواین عمل ریتاچینگ رو انجام بدین، در زوم کردن دریغ نکنید. تا جایی که میتونید زوم بکنید که نتیجه کارتون تمیزتر و بهتر اتفاق بیفته. و نکته دوم این که همیشه و همیشه و همیشه هاردنس رو صفر نگه دارید. در مواقع خیلی استثنایی ممکنه که ما تا یه درصد کمی، اون هم تازه زیر 50% تا
توی استفاده از ابزار هیلینگ هاردنس رو بالا ببریم، ولی همیشه برای ریتاچ و پورتره عدد باید صفر باشه. دلیلش رو تو ویدیوی قبلی کاملا توضیح دادم و اینکه هاردنس چه اتفاقی توی ریتاچ ها ایجاد میکنه. من آلت رو میگیرم، همیشه هم از نقطه نزدیک به جایی که میخوام ریتاچ رو انجام بدم نمونه میگیرم و عمل پینت رو انجام میدم. حواستون باشه که سایز سرقلم رو بسته به لکه‌ای که میخواید حذف بکنید تغییر بدید، با یک براش بزرگ به یک لکه کوچیک حمله نکنید، یا برعکس با یک براش کوچیک. ببینید من الان اگر اینجا براش رو کوچیک بکنم و سمپل بگیرم و اینجا پینت رو انجام بدم، میبینید که ریزالت تمیزی به من نمیده و ایجاد لکه میکنه روی پوست، که ما توی ریتاچ پورتره ایجاد لکه اصلا اتفاق مطلوبی برامون نیست و باید تا جایی که میتونیم تلاش بکنیم که لکه اضافی روی پوست ایجاد نکنیم به هیچ عنوان. من یک مقدار براشم رو بزرگتر میکنم و این قسمت رو پینت میکنم. همجور با نمونه گرفتن و پینت کردن کار ریتاچ رو ادامه میدم تا جایی که فکر بکنم که کافیه. دوستان یه نکته ریزی رو حالا حین این که دارم این کار رو انجام میدم بهش اشاره بکنم. ببینید من این نکته رو توی بخش سلکت هم بهش اشاره کردم که ما برای رسیدن به ریزالت تمیز و مورد نظرمون باید بتونیم که در فتوشاپ از ابزارهای ترکیبی استفاده بکنیم، مثل مبحث سلکت کردن. توی مبحث ریتاچینگ و لکه گیری پوست هم همین جوریه. شما شاید همه لکه ها رو نتونید با ابزار هیلینگ بردارید و بهتر باشه که به صورت ترکیبی از ابزارهای دیگه هم که در ادامه ویدیو بهش میرسم استفاده بکنید. من یه ذره اینجا براش رو بزرگتر میکنم برای اینکه این لکه که اینجا داریم لکه نسبتا بزرگیه. اینجا ایجاد لک کردیم، حواسمون باید باشه که ایجاد لک نکنیم و هر جا لک ایجاد شد حتما کنترل زد بگیریم و برگردین عقب و کارتون رو اصلاح بکنید. خب من زوم اوت میکنم یه بیفور افتر ازش ببینیم. میبینید که چقدر تونستیم تمیز و طبیعی سری لکه ها رو حذف بکنیم. من باز یه کمی روی گونه ها اینجا ها عمل ریتاچ رو ادامه میدم. ببینید روی همچین نواحی خیلی باید حواستون باشه که لک ایجاد نکنید. ببینید من اینجا دارم لک ایجاد میکنم، پس این طبیعتاً ابزار مناسبی برای ریتاچ این قسمت نیست و جلوتر ابزارهای بهتری رو برای این مواردتون معرفی میکنم. دوستان قبل از اینکه برم سراغ ابزار بعدی ریتاچ، اینجا یه گزینه سمپل داریم، در کنارش یه گزینه پترن داریم. تا الان من داشتم با سمپل کار میکردم، یعنی در واقع
از یک ناحیه نمونه گرفتن به کمک کلید آلت و پینت کردن. در کنارش یه گزینه پترن داریم که این گزینه پترن دقیقا مشابه پترن استم تول عمل میکنه که توی ویدیوی قبلی کاملا راجبش صحبت کردم، با این فرق که به جای اینکه عیناً پترن رو اعمال بکنه میانگین نوری از پترن رو اعمال میکنه. خیلی مورد استفاده نداره، من خیلی درگیرش نمیشم، فقط خواستم اشاره بهش کرده باشم که بدونید دقیقا چی کار میکنه. و ابزارهای مشابه کلون رو اینجا هم داریم، کلون سورس، که بتونید در ابزار هیلینگ هم زاویه بهش بدید و استفاده بکنید از سمپلتون. گزینه بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم گزینه اسپات هیلینگ براش تول هست. ببینید چه این گزینه ما دیگه اینجا چیز نداریم، کارنت امبیلو یا بقیه گزینه ها رو نداریم و لازم هست که برای استفاده از این ابزار ببینید اگر روی یک نیو لیر قرار بگیرم و پینت رو انجام بدم هیچ اتفاق خاصی اینجا نمیفته. میبینید که ریتاچی اعمال نمیکنه. اینجا که یه کوچولو تغییرات دیدید به خاطر اینه که اینجا ما با هیلینگ عملیات انجام داده بودیم و به خاطر همین یه ردی گذاشت. ولی در کل اگر من روی یک نیو لیر قرار بگیرم و هر ناحیه پینت بکنم توی این ابزار اتفاقی نمیفته. برای اینکه روی یک لایه مجزا برای این ابزار کار بکنیم لازمه که شما از لایه‌تون یک کنترل جی بگیرید و روی لایه کپی شده در واقع تغییرات رو اعمال بکنید. اینجا سه تا حالت کانتنت اور داریم، کرییت تکسچر داریم و اپروکسیمیتی مچ. راجع به کانتنت اور احتمالاً تا الان زیاد این اصطلاح به گوشتون خورده، چون توی مقوله هوش مصنوعی فتوشاپ ابزار کانتنت اور جدیداً خیلی خوب داره عمل میکنه. کانتنت اور خودش به صورت هوشمند پیکسل های عکس رو میخونه و از یک نقطه‌ای که خودش تشخیص میده سمپل میگیره و در واقع لکه مورد نظر رو حذف میکنه و شما کافیه که روی لکه مورد نظرتون پینت بکنید تا خودش از یک نقطه‌ای سمپل بگیره و عمل لکه گیری رو براتون انجام بده. ببینید تارهای مو رو اینجا خیلی خوب میتونیم حذف بکنیم. البته من بعد بر حسب تار مو واقعا براشم رو نازک بکنم و از براش بزرگی استفاده نکنم، چون ایجاد لک ممکنه که روی پوست سوژم بکنه. میبینید که خیلی طبیعی تونستیم موهای توی پیشونیشو حذف بکنیم. Create Texture به شما کمک میکنه که بافت بسازید برای اون قسمتی که میخواید انجام بدید. من یک مقداری هاردنس رو کم بکنم که رزالت خیلی هارشی بهمون نده. میبینید که اینجا داره برای شما تکسچر میسازه. خیلی ابزار دقیقی نیست توی ریتاچ فورتره، من خیلی پیشنهاد نمی کنم که ازش استفاده بکنید. اما پراکسیمیتی مچ برعکس ابزار هیلینگ، من بهتون پیشنهاد می کنم که توی اسپات هیلینگ هاردنس رو ترجیح هم بالا نگه داریم، بهتر عمل می کنه. پراکسیمیتی مچ میاد از دقیقا پیکسل های همجوار ناحیه‌ای که شما پینت انجام میدید نمونه میگیره و نمونهش یه مقداری دقیق تره. من پیشنهاد میکنم برای صورت هایی که واقعا جوشای خیلی مثل این مورد جوشای خیلی قرمز دارن
ناحیه‌ای بوده که ما با هیلینگ روش کار کردیم. اگر میبینید که براش من کامل عمل نمیکنه، تعجب نکنید که چرا اینجوریه. میبینید میتونم من پینت رو روی لکه انجام بدم و خود ابزار اسفالت نمونه رو میگیره و خب ببینید اینجا عملکرد خوبی نداره. من میتونم کنترل زد بگیرم بیام روی حالت کانتنت اور و از کانتنت اور استفاده کنم، چون پیکسل های همجوار اینجا گزینه خوبی برای نمونه گیری برای حذف لکه نیستن، چون از دو جنس متفاوتن، اینجا پوسته اینجا ابروه، به خاطر همین خیلی نمیتونه دقیق نمونه رو برای من بگیره. بهتره که شما بین ابزارها و آپشن ها شیفت بکنید مرتبا تا بتونید یک ریتاچ کاملا تمیز رو انجام بدید. ببینید من میام سراغ اینجایی که پوست بینی داشت، قشنگ زوم میکنم برای اینکه ایجاد لکه نکنه، قشنگ زوم میکنم، لکه رو پینت میکنم و حذفش میکنم. حالا برمیگردیم عقب، زوم اوت میکنیم ببینیم چه ریزالتی به همون داد. اوه بابا خیلی زوم اوت کردم، ببخشید. برمیگردم روی قسمت بینی، یه بیفور افتر ببینیم، ببینید که بدون اینکه ایجاد لک عجیبی بکنه ما تونستیم این قسمت رو، این پوست اضافه رو حذف بکنیم. همینجور برای این لک های قرمز ببینید الان ایجاد لک کرد. چرا؟ چون من براشم به اندازه کافی بزرگ نبود. ببینید الان باز هم ریزالت خوبی بهمون نداد. من اینجا میام از پراکسیمیتی مچ استفاده میکنم، میبینید که ریزالت قابل قبول تری داره بهمون میده، هرچند که باز هم به نظر من قابل قبول نیست و ایجاد لک کرده. اینجا هستش که من ابزار سوم رو میخوام به تو معرفی کنم به اسم پچ تو. ببینید پچ تو مشابه ابزار لسو تول عمل میکنه که توی ویدیوی قبلی راجبش صحبت کردم. شما وقتی پچ تو رو انتخاب میکنید به کمک ابزار لسو میتونید یک سلکتی رو انجام بدید و بسته به اینکه گزینه سورستون فعال باشه یا دستینیشن که جلوتر راجبش صحبت میکنم لکه رو حذف بکنید. ببینید من یک سلکت دور این لکه ایجاد کردم، این رو برمیدارم به یک ناحیه‌ای که میخوام ازش نمونه بگیره درگ میکنم. ببینید چقدر بهتر نسبت به اسپات و هیلینگ این جوش قرمز رو برای من حذف کرد. حالا دستینیشن چی کار میکنه؟ دقیقا برعکسه، اون ناحیه انتخاب شده رو عیناً جایی که شما کلیک رو رها بکنید اعمال میکنه، که حالا ما برای این کار بعد تو ریچارج پورت از دستینیشن معمولا استفاده نمیکنیم و روی سورس هستیم. حالا معدود جاهایی پیش میاد که شما ممکنه که بخواید از دستینیشن کمک بگیرید، حالا به مثال هاش جلوتر میرسم. ببینید من انتخابم رو میکنم، درگ میکنم به ناحیه‌ای که میخوام جایگزین بشه. دوستان یه نکته ببینید، مثلا بذارید من یه ذره زوم اوت کنم، مثلا اینجا ببینید این رو انتخاب نکنید بیارید اینجا پیست چیز کنید، ول کنید. میبینید ایجاد لکه میکنه، همونجور که توی ابزارهای قبلی هم اشاره کردم نمونه رو جایی در نظر بگیرید که نزدیکترین اطلاعات رنگی و نوری نسبت به ناحیه که میخواید حذف بکنید داره. ببینید من خیلی نمونه رو جابجا نمیکنم و در واقع از یک نقطه خیلی نزدیک همون نقطه سمپل میگیرم و حذف میکنم لکه ها رو. ببینید اینجا رو نمیام اینجا ول کنم، ایجاد لکه میکنه. این رو انتخاب میکنم مثلا یک ناحیه اینجا
درگ رو انجام میدم، خیلی فاصلهش نمیدم. ببینید باز اینجا به نظر من ایجاد لک کرد، باز هم به نظر من مثلا میتونیم از اینجا نمونه اگه بگیریم به نظر من خیلی بهتره. باز هم اینجا به لک کرد، اینجا باز احتمالا این لایه درگیره که نمیذاره من حسب را انجام بدم. باز هم تأکید میکنم برای یه ریتاچ تمیز لازمه که شما به صورت ترکیبی از سه تا ابزاری که من توی این ویدیو بهتون معرفی کردم استفاده بکنید تا یک ریزالت تمیز و طبیعی رو داشته باشید. صرفا از یک ابزار برای ریتاچ کل صورت استفاده نکنید و ابزارهای مختلف رو نواحی مختلف امتحان کنید تا ببینید کدوم یکی بهتون نتیجه بهتری میده. اما یه زوم اوت بکنیم، یه بیفور افتر ببینیم. من خاموش میکنم، روشن میکنم، ببینید که تا حد خیلی زیادی ما تونستیم لکه ها رو حذف کنیم. حالا اینجا من میتونم ابزار اسفات رو بردارم و یکم اینجا رو براش اصلاح بکنیم که اون لکه از بین بره. ببینید حتی توی چشم هم ما میتونیم به کمک ابزار اسپات این رگ‌های خونی رو حذف بکنیم و حتی چشم رو هم تمیز بکنیم. میتونیم ابرو رو تمیز بکنیم، موهای اضافی رو برداریم. باز هم تأکید میکنم برای لکه گیری توی ریتاش این کار رو کاملا با حوصله انجام بدید، اصلا عجله نکنید و هرچی دقت کارتون بالاتر باشه با حوصله تر این کار رو انجام بدید، ریزالت بسیار تمیزتر و طبیعی تری خواهید داشت. به خاطر همین واقعا توی بحث ریتاش اصلا عجله نکنید و هرچی دقت کارتون و صبر و حوصله‌تون بالاتر باشه طبیعتا ریزالت بهتری هم میگیرید. ببینید من جا خیلی براشم کوچیک بود، براشم رو یه مقدار بزرگتر میکنم، حتی لب رو هم خوبه که یه کمی ریتاچ بکنیم. خیلی با حوصله، باز هم تاکید میکنم عمل ریتاچ رو انجام بدید، اصلا عجله نکنید، هر چی زوم بالاتر و صبر و حوصله بیشتری به خرج بدید ریزالت تمیزتری خواهید داشت. حتی میتونیم روی بدنش هم بیایم، باز یک بیفور افتر ببینیم. خوبه که هر از گاهی شما به عقب برگردی
زوم اوت کنید و بیفور افتر کارتون رو ببینید که یه موقع ایجاد لک روی پوست نکرده باشید. هرچی شما مرحله لکگیری رو تمیزتر و بهتر و عمیق‌تر انجام بدید، میتونم بزنم sample of layers و یه مقداری اینجا اصلاحات انجام بدم حتی روی لایه هیلینگمون. من اینجا ایجاد لک کردم، کنترل زد میگیرم برمیگردم، یه کمی با دقت بیشتر و ظرافت بیشتر این ناحیه رو ریتاچ میکنم که ایجاد لک نکنه. کنترل صفر میگیرم که تصویر فیت بشه. بیفور افتر ببینیم. خب ببینید خیلی به میزان خیلی زیادی موفق شدیم با ترکیب سه تا ابزار اسپات هیلینگ براش تول و هیلینگ براش تول و پش تول این نواحی رو پاکسازی بکنیم. حالا من برای اینکه ویدیو کامل باشه یه عکسی هم بجز عکس پورتره باز میکنم. به طور مثال همین عکسی که توی ویدیو قبلی برای فایل تمرینی براتون گذاشتم. ببینید ما اینجا به کمک این ابزارهای ریتاچینگ باز هم میتونیم یک سری نواحی ناخواسته رو حذف بکنیم خیلی سریع. ببینید من به کمک پچ تول شروع میکنم مثلا یک سری نواحی رو حذف کردم. ببینید من کاملا از سورسی کمک میگیرم که از لحاظ رنگی و نوری به جایی که میخوایم حذف بکنیم نزدیکه. ببینید حتی معلا اگر این ناحیه رو بخوام حذف بکنم به راحتی میتونم حذفش بکنم. برای همچین حالاتی ببینید معلا اینکه این کار بکنم کاملا ایجاد لک میکنه و خوب نیست. بهتره که اینجا از ابزار کلون استفاده بکنم که تو ویدیوی قبلی کاملا آموزش دادم بهتون. ببینید من اینجا باز خوب جواب داد نسبتا، اما به نقطه‌ای که دارید سمپل میگیرید خیلی دقت بکنید. میتونید به کمک پشو خیلی سریعتر لک‌هایی که میخواید رو از تصویرتون حذف بکنید. ببینید من اینجا یکم بی‌دقتی کردم، کنترل زد میگیرم برمیگردم دوباره انجام میدم. یک سری از اجسام رو واقعا بهتره که به کمک کلون حذف بکنید، اما استفاده از پچ و اسپات توی همچین عکسایی میتونه یکمی روند تمیزکاریتون رو کم سرعت بده. ببینید من اسپات رو انتخاب میکنم و به کمک اپروکسیمیتی مچ یا کانتنت اور لک های سخت و سریعتر حس میکنم. یه مقداری میتونید تمیزکاریتون رو با ابزارهای هیلینگ فامیلی ادامه بدید و به محض اینکه به یک مثلا سورس تمیزی رسیدید بعد از کلون استفاده بکنید. اگر میبینید که عکستون جای تمیزی نداره برای اینکه بتونید به کمک کلون سمپل بگیرید، میتونید اول از ابزار اسپات و هیلینگ فامیلی کمک بگیرید، یک مقداری خلوت بکنید حالا اون نواحی که میخواید اصلاح بکنید و بعد به کمک کلون من یک بیفور افتر اینجا بهتون نشون بدم. ببینید
چقدر تونستیم با سرعت بیشتری یک سری حذف‌ها رو انجام بدیم. من یه بار دیگه جهت اینکه ویدیو کامل باشه اینجا آپشن دستینیشن رو هم دوباره بهتون نشون بدم. ببینید من اگر این رو بردارم و پیست بکنم عیناً سیم رو اینجا نه تنها که این حذف کرد، سیم رو اینجا هم عیناً کپی کرد، با فرق اینکه یک میانگین رنگی و نوری از سورس هم گرفت. ببینید من اگه همین کار رو با کلون انجام بدم، ببینید چقدر ایجاد لک کرد، چون دیوار خیلی سفیدتر از زمینه. اما به کمک هیلینگ ما یا پچ اینجا تونستیم به یک میانگین رنگی و نوری هم برسیم. خب دوستان، این هم به اصطلاح از آجر اول ریتاچ پورتره که اگر کج بره تا سریا روید کج بره. به خاطر همین خیلی 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 روی لکه گیری تمرین بکنید و سعی بکنید به مهارت کافی برسید، چون قدم های بعدی که توی ریتاچ پورتره انجام میدیم خیلی 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 رضایتش بستگی به لکه گیری شما داره و اینکه چقدر لکه گیریتون تمیز و با مهارت باشه. فایل های تمرینی رو حتما از توی دیسکریپشن دانلود بکنید، تمرین بکنید. اگر سوالی دارید حتما توی بخش کامنت ها برامون بنویسید، حتما حتما تمام سوالات رو پاسخگو هستم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ما رو لایک کنید، سابسکرایب بکنید و زنگوله رو حتما روشن بکنید که از آموزش های بعدی جا نمونید. توی ویدیو بعدی میبینمتون.